مسئله اینه که الان شورای نگهبان که آقای جنتی و یزدی اینا یا همین صادق لاریجانی که رئیس قوه قضاییه است، اینا افکارشون افکار همون جبهه پایداریه یا مثل یزدی اینا، اینا همشون افکارشون جبهه پایداریه. بعد از اون بر اینا تمام این قاتلا و سرکوبگرا رو بسیج کردن. تو همین امروز من نگاه میکردم شما ببینید علی فلاحیان، ری شهری، دوری نجف آبادی که ستاشون وزیر اطلاعات بودن و جز قاتلا، محمد تقی رهبر که رئیس سابق دادگاه انقلاب بود، علی رازینی، مصطفی پور محمدی، اینا تا الان من اطلاع دارم که کاندیدا شدن قطعا، احتمالا محسنی اژه‌ای، روح الله حسینی ها و مصلحی اینا هم کاندیدا بشن. خب شما ببینید اون مهدی تایب رئیس قرارگاه تایب، اینا هرچی قاتل و بسی چیز، حضرت امیر یه چیزی داشت تو نهج البلاغه که مولوی هم به شعرش کرده که جاهلان سرور شدستند و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. حالا اون جاهلان مولوی رو باید بکنیم قاتلان، قاتلان سرور شدستند و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. این در جمهوری اسلامی اینجوری شده. شما ببینید آیه گنجی، منظور شما حضور، منظور شما حضور این افراد در پرونده های قتل های زنجیری و سیستم اطلاعاتیه؟ آقای اقسام چیز، آقای علی فلاحیان، آقای ری شهری، آقای چیز، چقدر پرونده دارن. خود خاطرات آقای ری شهری بخونید، کارهایی که کرده، خود شهر داده. آقای دوری تو حکم دادگاه قتل های زنجیری تو حکم اومده که اون آقایون میگن که آقای دوری به ما گفت اینا رو بکشید، ما هم رفتیم زدیم کشتیم به عنوان وزیر اطلاعات. بعد تو حکم نوشته که ما از آقای دوری پرسیدیم، آقای دوری میگه که آیا اینا دستور کتبی هم دارن. خب معلومه که هیچ قاتلی که دستور کتبی نمیده وزیر اطلاعات که. یا علی فلاحیان، بنده رو موقعی که برده بودن وزارت اطلاعات، معاون وزیر اطلاعات در همون دوره افشاگری میکردیم، رسما به من گفت ببین آقای گنجی، شما باید بیشتر از 4 تا قتل نگید و گذشته هم نرید. 300 تا قتل بوده، 300 تا ترور بوده، اگه شما بیش از 4 تا بگید و از این افرادی هم که ما بازداشت کردیم از سعید امامی بالاتر برید، بازداشتتون میکنیم، حکم 10 تا 15 سال زندان هم بهتون بدیم. من اینو همون روزم مصاحبه کردم، گفتم تو روزنامه هم چاپ شدش، گفتم آقا نه، من علی فلاحیان رو مطرح میکنم شاکلیت قتلای زنجیریه. اون آقا به من گفتش که شما اگر علی فلاحیان رو مطرح بکنید، خب علی فلاحیان رو ما میاریم تو دادگاه. معاون وزیر اطلاعات به من میگفت، معاون دوری نجف آبادی بود، گفت خب علی فلاحیان رو ما میاریم تو دادگاه، اونم میگه خب آقای خامنه ای به من گفت. این که نمیشه که، شما حق ندارید آقای علی فلاحیان رو مطرح بکنید. این که من میگم آقای علی فلاحیان، آقای ری شهری، اون همه دادگاه ها داشته، حکمای اعدام داده، پرونده حزب توده، ده ها پرونده بوده، دوری نجف آبادی که حتی بعض از مسلمان ها رو میگفت برید بکشید، که این آدم هایی که تو قطب زنجیری بودن خب قبول نکردن. این آقایون یا آقای مصطفی پور محمدی و محسن اژه‌ای که برید تو خاطرات آقای منتظری بخونید، تو اون قتل عام 67 اومد رفته بودن ملاقات آقای منتظری، آقای منتظری میگفت به من اصرار میکردن، من گفتم قتش کنید، اینا گفتن شما یه ما دیگه سکوت کن، یه 700-800 تا دیگه ما اینا رو بکشیم تموم میشه. اینا همشون پرونده قتل و جنایت و سرکوبشون که روشنه. الان همه اینا کاندیدای خبرگانن، خیلیاشون تو خبرگان فعلی هم هستن، نه اینکه نیستن. میخوام بگم ببینید یه بسیج شده، یا این صادق لاریجانی که متولد نجفه، یا اون آقای شاهرودی که متولد نجفه، که اینا اصلا آقای شاهرودی شما میدید اول انقلاب اومده ایران و بعدش هم تازه اومده ایران، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بوده ایشون.